نصب تراکت مرگ بر دیکتاتور در سنندج، درگیری جوانان نجف آباد با ماموران سرکوبگر، تجمع اعتراضی کارگران کیانتایر در تهران، اعتراض کارگران شرکت آزمایش تهران، تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تجمع فروشندگان لوازم خانگی در تهران، ادامه تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات راه دور شیراز، تجمع اعتراضی کارکنان کارخانه روغنسازی گلنار کرمان، ادامه اعتراض کارگران کارخانه سیمان زرین رفسنجان، اعتراض کارگران کشتیسازی بندرعباس برای دومین روز متوالی، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نساجی بروجر، اعتراض کارگران شهرداری منطقه شش اهواز، اعتصاب جمعی از بازاریان سنندج، اعتراض علمای اهل تسنن زاهدان، درگیری در اطراف زندان سلماس هنگام اعدام یک زندانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، فریب آخوند روحانی را نباید خورد، اعتصاب قضای یک زندانی سیاسی در زندان سنندج، وخامت حال یک زندانی سیاسی در اوین. جوانان سنندج تراکت حاوی شعار مرگ بر دیکتاتور را در میدان کوهنورد این شهر نصب کردند. جوانان نجف آباد با ماموران و سرکوبگر نیروی انتظامی در پارک محلی شهر درگیر شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که ماموران به پوشش جوانان ایراد گرفته و سپس با اسپری به جوانان حمله کردند که در اثر یورش مزدوران دو تن از جوانان مجروح شدند. گفته می شود در این درگیری دو تن از مزدوران سرکوبگر کشته و دو تن دیگر نیز مجروح شدند. کارگران کیانتایر در تهران در اعتراض به بازداشت شش تن از همکاران خود در مقابل بخشداری رژیم در چهاردانگه تجمع کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. این شش کارگر صبح روز سه‌شنبه 15 مرداد توسط نیروهای امنیتی رژیم در اسلام شهر احضار و بازداشت شدند. روز سه‌شنبه 15 مرداد کارگران شرکت آزمایش تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند. کارگران این شرکت به رغم تهدید مزدوران حراست این حرکت اعتراضی را برپا کردند. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به پایین بودن حقوقشان و مزایای کاری در محل پارک خودروها تجمع کردند و توماری پر کردند. جمعی از فروشندگان لوازم خانگی در تهران در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم در مقابل اداره مالیات تجمع کردند. کارگران، کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز بار دیگر در مقابل وزارت صنایع و معادن رژیم در تهران تجمع کردند. آنها به واگذاری شرکت به یک عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی رژیم اعتراض کردند. کارگران گفتند تا رسیدن به خواسته های من به شیراز بر نخواهیم گشت و اعتراض خود را ادامه خواهیم داد. کارگران کارخانه سیمان زرین رفسنجان وارد سومین هفته تحصن خود شدند. آنها در اعتراض به اخراج 10 تن از همکارانشان تحصن کردند. کارکنان کارخانه روغنسازی گلنار کرمان در مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان به اخراج خود بعد از آتش گرفتن این کارخانه اعتراض کردند. بیش از 900 تن از کارگران کارخانه کشتیسازی المهدی در بندرعباس به رغم بازداشت و تهدید 11 کارگر این کارخانه برای دومین بار در اعتراض به پایین بودن حقوقها و دزدی دارایی‌های این شرکت توسط ایادی رژیم آخوندی تجمع کردند. گفته می‌شود دارایی‌های این شرکت توسط فرماندار و استاندار رژیم آخوندی از کارخانه خارج شده است. کارگران کارخانه نساجی بروجرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود جلوی خروج تولیدات باربندی شده این شرکت را گرفتند. مزدوران حراست به تهدید و ارعاب کارگران پرداختند اما آنها اعتنایی به این تهدیدها نکردند. کارگران شهرداری منطقه شش اهواز
در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده، ابتدا در مقابل استانداری و سپس در مقابل ساختمان شهرداری رژیم در این منطقه تجمع کردند. جمعی از بازاریان سنندج در اعتراض به اخاذی‌های مالیاتی رژیم و اجاره‌های سنگین اعتصاب کردند. این اعتصاب روز 13 مرداد و در منطقه فرجه و 25 سنندج صورت گرفت. رژیم آخوندی یک زندانی به نام پیمان قانع کهنه شهری را در زندان سلماس به دار آویخت. به گزارش دریافتی اجرای این حکم با اعتراضاتی روبرو شد و نیروهای رژیم خیابانهای اطراف زندان سلماس را مسدود کردند و با معترضان درگیر شدند. این زندانی پس از دستگیری در اداره آگاهی رژیم در شهرستان سلماس تحت شکنجه شدید قرار گرفته بود که منجر به شکست شدن دست و پای وی شده بود. علمای اهل تسنن زاهدان طی نامه‌ای به مجامع حقوق بشری از جمله عفو بین الملل به سرکوب وحشیانه اهل تسنن توسط رژیم آخوندی اعتراض کردند. در قسمتی از این نامه آمده است: در این سالها بسیاری علما را به شیوه های مختلفی به قتل رسانیدند و تعدادی از مساجد اهل تسنن را تخریب کردند، از جمله مسجد سیف مشهد را تخریب و آن را به پارک تبدیل کردند. 6 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان گوهردشت کرج در یک بیانیه به مجامع بین المللی اعلام کردند بدون آزادی زندانیان سیاسی، ادعای مدراسیون و اصلاح طلب بودن روحانی توهمی بیش نیست. ما از سیاه‌چال‌های این رژیم می‌گوییم فریب مدرنمایی روحانی را نخورید. اکنون ما به جرم سنی بودن در زندان گوهردشت کرج در انتظار چوبه‌های اعدام هستیم. این محکومین به اعدام 6 تن از 12 زندانی سیاسی هستند که در سال 88 دستگیر شدند و به مدت 22 ماه در سلول‌های انفرادی به سر بردند. 6 تن از آنان در 10 مهر سال 91 اعدام شدند. زندانی سیاسی هیوا مرادی در زندان مرکزی سنندج اعتصاب قضا کرده است. گفته می شود حال وی که از پنجشنبه دست به اعتصاب زده وخیم می باشد. وضعیت جسمی زندانی سیاسی محمد علی طاهری محبوس در بند اطلاعات سپاه اوین در پی تداوم اعتصاب قضا وخیم می باشد. وی 3 هفته پیش در اعتراض به کارشکنی های پی در پی شکنجگران پرونده و نیز به موازات تشدید فشارهای روانی از طریق تهدید و ارعاب خانوادهش دست به اعتصاب قضا زده است.